چطورین گایز؟ خوش اومد به یه ویدیوی دیگه. کارا هستم، الی هستم. قبل اینکه بریم سراغ ترک امیر خلوت به اسم کارتل، به تازگی هم داده دیگه، درسته؟ لایک و کامنت و ساب یادتون نره از کانال یوتیوب خود امیر خلوت. حتما حتما آرتیست رو حمایت کنین، کانال دوممونم جوین شین، سابسکرایب کنین. اگر جدید هستین و ویدیو ما رو دارین میبینین، اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کن و یه دونه لایک رو پایین بزن. گفتی؟ آره کلی گفتم. آها من جداگونه برای جدیدا گفتم. بدون مطلبی. آره لتس گو. کارتل بعد این کیه؟ نمیدونم این آقا کیه؟ چرا باید باشه؟ بچه اگه میدونید کیه بنویسید. فیت که نبوده؟ نه فیت نیستش، خود امیر خلوته، تنهایی خونده. سرم نمیخوره به سنگه، قدیم بودم این مدلم، فاز نصیحت تو بیخی بسا مسیر رو برم، کسا سر شب دنبال ته و تلم. امیر خلوته این؟ نه نمیتونه باشه امیر خلوته، ولی نه امیر خلوته من تا حالا نشنیده بودم. موزیکش خیلی متفاوته، صدای امیر خلوته، امیر خلوته. آره امیر خلوته، ولی موزیک میگم خیلی متفاوته، به خاطر اینکه از این ترک هایی که وایب باحال بهت میخواد بده و عجیبه. سورپرایز شدم، لحظه‌ای کردم دقیقا. سرم نمیخوره به سنگ، قدیم بودم این مدلم، فاز نصیحت تو بیخی بسا مسیر رو برم، خوز سر شب دنبال ته و تلم. هرچی بعد خوبه واسه من، توزم رفته بالا دستم دیگه نمیره به کم. دارم یه مخرت تکا پگی کردم، ولی بازم نشدم و تم. زدم زیرش بازم سرم گیج رفت، به میگن نکردی با قبلا هیچ. سب کن، این امی خلوت نیست، اون اولی امیر خلوت نیست. این هست، ولی این چی شد؟ اسم ننوشته هیچ جایی، اصلا فیت نیست، هیچ چی نیست تو اطلاعاتش، فقط نوشته امیر خلوت کارتل. بچه بنویسید برای اون تو کامنت ها. ولی من حقیقتا از امیر خلوت فقط اینو، این صدا رو من این صدا رو آشنایی باهاش دارم از امیر خلوت. خب ولی حتما برام تو کامنت ها بنویسید، نمیدونم شاید داریم اشتباه میکنیم، ولی باحال بود. اگر که خودش باشه اون اول اون قشنگه، خیلی قشنگه، تغییر پیدا کرده و جالبه به نظرم. هیچ رفت به میگن نکردی با قبلا هیچ فرق، جای مداد یه ها دیدم پیپره تو دستم، انگا قول دادم به خودم نشم آدم هیچ وقت خالی نباشه جام وسط لیسه بعدها، خونم واسه دلم یه ها دیدم ریخته پشما، گفتم میمونم تو هر جا بشه الوعد وفا، حتی هنوزم که باز پروند فتا. نه هیچ وقت نمیره یادم، روزی که مامانم به بابا گفت بچت نمیشه آدم، ببخش بابا زدم زیر هر قولی که دادم، بازم هر جا افتادم رسیدی فوری بدادم، قرار نبود باشه با خودشم این پسر لج، بده سر زمین و زمونه یه سر رد، بده زندگی رو حواله به لب کج، بشه هرچی تا میاد تو جیبش یه شب خرج بکشه. این داستان زندگی اکثرمون دقیقا همینو میخواستم بگم. همیشه میگن آدم نمیشه، ولی همه جا هم باز به دادمون میرسن. نه 90% 90 نه 50% خانواده ها، البته تمام خانواده ها نه، ولی اکثرشون اینطوری اهمیت میدن به فرزند. دقیقا، ولی باحال به نظر. یادم روزی که مامانم به بابا گفت بچت نمیشه آدم، ببخش بابا زدم زیر هر قولی که دادم، بازم هر جا افتادم رسیدی فوری بدادم، قرار نبود باشه با خودشم این پسر لج، بده سر زمین و زمونه یه سر رد، بده زندگی رو حواله به لب کج، بشه هرچی تا میاد تو جیبش یه شب خرج بکشه. کون بکون سیگار در آره پدر قلب، همیشه تو را خونه دوتا بچه بزنه شب، شبا بخوابه با استرس و دندون قروچه، صبح تا بکنه چش و جنگ هر شروشه. دو تا بچه تو راه خونه، بچه چی؟ دو تا بچه خانوم، بچه خانوم، نمیدونم دو تا بچه بچه دیگه، بچه یا بچه بچه دو تا بچه بزنی مثلا. نه جدی ها، از آقای خلوت سوال میپرسیم. جدیده خیلی، ولی خیلی دوست دارم ترکش رو. خیلی یاد اون نوجوانی میفتی که اون کارهایی که دوست داشتی، حالا مثلا تابو بود یا هر چیزی بود، ولی تو انجامش دادی. منو یاد انگار مثلا نشستم تو ماشینای GTA پلی کردم و خودم دارم هت میزنم. همون تیپم داره.
باحال خیلی ترکش. بچه بزن شب شب و بخواب با استرس و دندون گروچه، صبح تا بکنه چش و جنگ عروش شروشه، بدن دوروانشونش رو خخندون تو کوچه، اما دوستش باشم بشنبم ممنون خروجه، اون فقط دلش میخواست یه روز بشه پدر رب، نه که خودش واسه آرزوهاش بکنه قب. نه نه سرم نمیخوره به سنگ، قدیم بود تمیم مدلم، فاز و نصیت تو بیخی بسا مسیر رو برم، خوز سر شب دنبال ته و تلم. ببین شاید این ایشون خوندمون به نظرم هستش، اسمشون اصلا اسم ندارم. آره ولی 100% پس امیر خلوت نیستش. آره الان مطمئن شدیم ولی صداش قشنگه. سلام بنام. آره صداش خیلی قشنگه به نظر من. هرچی بعد خوبه واسه من، توزم رفته بالا دستم دیگه نمیره به کم، یه دارم یه مخره تکا پیگی کردم ولی بازم نشدم و دم. نه نه که بگم پشیمونم، صد دفعه دیگه می اومدم دنیا همین بودم، که اگه دقیقا. یه روز واسه بچه هم خاطره هم گفتم پیش خودم بگم عجب خری بودم، و سن بالای سی موی سفید یه عالمه، ولی یه کارایی میکنم انگو سه سالمه، کنارم نو سو جای چای نسی رفیقا میگم فقط خدا کنه بگاند خودشو هر رو. اینجا این بده به فاک میدی دقیقا خودتو. یه زمانی خب الان باز بچه ها میگن بچه برو بشین درس تو بخون تو مگه چند سالته، ولی یک زمانی یاد خودم آخه دقیقا دارم میگفتم، یاد 17-18 سالگی میفتم، همین طوری بودم یه مدت، یعنی خیلی به خودم بد کردم. یعنی تو به جای چایی از اینا میزنی؟ سر صبح ویسکی میخوردم من سر صبح ناشتا سیگارشو که یادته تو سیگارو میدونم، سر صبح ناشتا من ویسکی. آره نبودی قبل سرش، من سیگار با ویسکی سر صبح ناشتا و معدم به پاک عضو رفت. آره آره سنگین کار من میکردم. همیشه چاییمو میخوردم. تو بچه خونگی بودی؟ نه ولی من یاد به فاکیایی که دادم خودمو میافتم. هیچ وقت چایی سر صبحو با حالا هرچی که میزنین ترجیح ندین، همیشه چایی رو ترجیح بدین. اوکی سخن بزرگان. سی رفیقا میگم فقط خدا کنه بگاند خودشو، هر راهی میرم میشنم پشت سرم پول، کابلو گرفتم هر جا خوردم تلنگو، اگه منتظری بشم آدم داشی را تو بگیر، قدیم بوده تفریه من بازی با دوم شیر میشه، کار ما شروع شبا که چشما میرن کمه، بازم باسم پاره کنم چل تا پیرن، تا میخوریم تکون بهمونه چل جا گیرن، میشم پا پیچمون رو مخمونه ایرا میرن میگن. یه بار رفت بشینم توی چنل دوم لینکش خاطرات اون دورانم رو بگم، میگه وقتی همه چشا میخوابن چشای ما تازه بیدار میشه، یعنی کسافتکاریه که با دوستان میکردم. یه کسافتکاریه میکردم که به مغز هیچ کدومتون مطمئنم خطور نخواهد کردم، ولی اون کسافتکاریه که فکر میکنین نه نه، یه چیزه که اصلا به مغز هیچ کدومتون خطور نخواهد کرد. شبایی که یه چند سالی بود که شبا همش بیدار بودیم واسه آره. خواب نداشتیم، خیلی خوب بود، یاد اون موقع افتادم ولی آره وایب ترک خالیه. مخمونه ایرا میرن میگن امیره یه رای راست پاش نرن، میگن مامانا به بچه هاشون باش نگن، این خیابونای لنتی کردن پیرش، میگن بد جوری خراب به گردن گیرش، به جا دکتر مهندس رفیقا همه کارته، هنگو زندگی میکنه کف کانته، میخواد بکنه همه رو وسط داست نای، بشه زندگیش بالا تا پایین تاک لایف. سرم نمیخوره به سنگ، قدیم بود تمیم مدلم، فاز و نصیحت تو بیخی بسا مسیر رو برم، خوز سر شب دنبال ته و تلم، یه هرچی بعد خوبه واسه من، توزم رفته بالا دستم دیگه نمیره به کم، یه دارم یه مخره تکا پیگی کردم ولی بازم نشدم و تم، یه خاطرات همو زنده کردی امیر خلوت، دمت گرم. دوست داشتم خیلی دوست داشتم، خیلی وایب خوبی داشت، من خیلی دوست داشتم و برگشتم به دوران کودکی. نه عالی بود واقعا، با اینکه مثلا تای مفهومش این بود که هنوز همون کله خرم. آره ولی بذار برم. آره. آخه همینم هستش. بذار اون مسیر رو برم. ولی امیدوارم که اگر میرین مسیر بگاهی نباشه که بخواید به خودتون آسیب بزنید. خلاصه که کلی حال کردم اینستاگرام ما آیدیش این بالا میاد، دیگه آرتست رو حمایت کنید. دقیقاً میشین مارچ اینستاگرام دنبال بکنید. تمام لینک پلتفرم آرتست توی دیسکریپشن هستش. چنل دومم لینکش توی دیسکریپشنه. یه کامنت بذار، خسیس نباش. ویدیوی بعدی میبینیمتون.